موضوعات و موارد عیان شده هم که حاجت به بیان و شرح و تفصیل مجدد ندارد از برچسب تروریستی و بمباران و خلع صلاح و کودتای 17 جوان تا استرداد و اخراج و تبعید پناهندگان و از بستن حسابها و توقیف بیدریغ اموال تا شاه کردن برید مزدوران و فرستادن آنها برای ایفای نقش در نمایشات روحوزی مبتزل و محوه تحت عنوان بنیانگذار و رهبری یا مسئولان و اعضای سابق و لاحق مجاهدین مثلا همه مطلعین سیاسی خانده اند و میدانند که به گفته خاتمی و خرازی آقای جکسترا دلال بمباران قرارگاه های مجاهدین در عراق به داراویختن 20 تن از 65 تن رهبران مجاهدین را قابل قبول خواند. در حالی که به نوشته دیلی تلگراف 16 تیر 1383 برای خوش آمد آخوندها لیست اسامی دوازده امام شیعیان را هم در سفر به تهران در جیب داشت و وقتی اسم پیغمبر اسلام می آمد سلوات هم می فرستاد بهتر از این نمیشد بر سر و ریش آخوند خاتمی و بر پشت خرازی دست استمالت کشید کسانی که اصلافشان مصدق را دیوانه و آمیزه از کاهلی و حق بازی و سوء زن می سفیر انگلیس و کسانی که مصدق را جانوری درمان ناپذیر می خواندند که در آپارتمان ادرار می کند یکی از نظریه پردازان جنگ سرد در آمریکا پروازه است که با مجاهدین خلق و حاکمیت و آزادی مردم ایران تا کجا خصومت دارند گفتگوها و معاملات پنهان آقای دویلپن دو وزیر خارجی شیراک با خرازی در مورد سرکوب مجاهدین در فرانسه و دستگیری و خودسوزی های ناشی از آن نیز با جزئیات افشا شده و سردبیر وقت جورنال دو دیمانش که در آوریل 2003 در تهران در این ملاقات حضور داشت کتاب مبسوطی در این زمینه منتشر کرده است با این همه مجاهدین به یمن مریم و انقلاب درونی مجاهدین در مقاومتی سترگ و هفت ساله در زیر بالاترین فشارها و ها و ضربات مقاومت بینظیری را در تاریخ معاصر ایران و جهان عرضه کردند شگفتی نه در حملات و توطعه ارتجایی ارتجاعی و استعماری و خنجرهای اپورتونیستی بلکه در مندگاری و پایداری پرشکوهی است که برگ درخشان و زرین تاریخ ایران است هفت سال پیش در آخرین اجتماع مجاهدین در اشرف قبل از شروع جنگی که از قبل مشخص بود که رژیم چه بهره برداری های از آن به عمل خواهد آورد و در شرایطی که از چپ و راست بسیاری ما را به خالی کردن میدان فرا میخواندند گفتم وقتی دیو تنوره میکشد وقتی که دشخیم سر از پا نمیشناسد، رمز مندگاری و اعتلا کلمه فداست و مجاهدین هم از بنیانگزارانشان تا اعضا و هوادارانشان در تمام ایران و در سراسر جهان با همه رزماوران ارتش آزادی این درس را به خوبی آموختند که تاریخ خلق و میهن خود را چگونه بنویسند هیچ کس بیش از ما به خطراتی که از هر سو ما را در بر گرفته احاطه و اشراف ندارد اما ازم جزم کرده ایم تا اگر زمان صد بار از این هم خطیرتر و پرفتنه تر باشد با تعصی به پیشوای آرمانی من پیام بر جاودان آزادی حسین ابن علی درسهای جدیدی از مقاومت و ایستادگی عرضه کنیم ارتش آزادی بخش این سرمایه عظیم ملت ایران چون کوه استوار و سرفراز ایستاده است بیچار رژیم و گله های مزدوران دور و نزدیک چه خیال کردند مریم و اشرف ثابت کردند که زمان صد بار هم اگر خطرناکتر و پرفتنه تر باشد تا پای جان ایستادند تا آخرین نفس بله اکنون پس از چهل و پنج سال که بر مجاهدین در میدان نبرد گذشته به قطع و یقین میتوان گفت که این عالی ترین سمره تکامل مبارزات مردم ایران از مشروطه به بعد در صد و سه سال گذشته است از همین جا میتوان به پیروزی محتوم خلق قهرمان یقین کرده به ازن تو خدایا به سوی تو خدایا و به طرف کوی خلق در زنجیر